سلام من شیرین هستم مربی سلامت روان و تهیه کننده تلویزیون و این یک قسمت دیگه از پادکست تجربه است قسمت رو هم بنابر درخواست شما و استقبال زیادی که از قسمت پیشینی که راجع به مسائل مربوط به سکس و رابطه جنسی گفتم انتخاب کردم که دوباره یکم بیشتر بستش بدیم و به حالا چیزهای مختلفی که زیر چتر کلمه سکس میتونن قرار بگیرن مختصر توضیح بدم چیزایی که میدونم به شما بگم و امیدوارم که به اطلاعاتتون اضافه بکنه من برای خودم یه در واقع حالا روی کاغذ یه چیزی رو نوشتم و حالا برای شما هم میگم به صورت تیتروار و فهرستوار که چه چیزایی رو من لیست کردم به عنوان مسائل که زیر همین چتر سکس قرار می گیرن. مثلا اعتیاد به سکس فتیش های مختلف پورن لذت در مقابل رضایت پوزیشن های مختلف سلامت و بهداشت رضایت داشتن رضایت دادن عشق و روابط و در نهایت اون کمیستری یا اون که به آدم ها به هم میخورن یا نمیخورن و خود ارزایی. اینا چیزایی بود که در واقع فهرستی بود که لیستی بود که من فکر کردم ام میتونیم امروز توی این قسمت خلاصوار و خیلی امپیتری بهش اشاره بکنم چیزایی که میشه مهمه و در وهله اول باید دونست حالا هر کسی بخواد میتونه بعد توی اون مثلا هر بخشی که من بهش میپردازم بره تحقیق کنه یا مثلا شما برای من بنویسید که کدوم بخش رو بیشتر براتون سواله براتون مهمه که بدونید عمیقتر که راجب اونها هم صحبت بکنم اگر دارید این اپیزود رو, رو روی یوتیوب تماشا میکنید یه چیز جالبی که من توی بخش آمارهای کانالم نگاه کردم دیدم تقریبا 50 درصد افرادی که این ویدیو رو دارن نگاه میکنن و قسمت های این پادکست رو تماشا میکنن به کانال یوتیوب من سابسکرایب نکردن و فقط این ویدیو رو دارن میبینن ام میخوام ازتون خواهش کنم و دعوت کنم که اگر این کار تا الان نکردین حتما سابسکرایب کنید چون این کار شما باعث میشه که من انگیزه بیشتری بگیرم که این قسمت ها رو بیشتر طولانی طولانیتر ضبط بکنم مهمون های مختلفی که میتونن راجع به موضوعاتی که شما دوست دارید صحبت بکنن رو بیارم داخل پادکست و به هر حال کمک شایانه توجهی میکنه Uh, پس ازتون ممنونم که الان سابسکرایب میکنید به این کانال اگر روی اپلیکیشن های پادگیر دارید این قسمت رو گوش میدین ممنون میشم که فالو کنید این کانال رو این پادکست رو روی همین اپلیکیشن هاتون و نظراتتون رو با من به اشتراک بذارید من میخونم حتما نظرهای شما رو و برام خیلی مهمه خب از خود شروع کنیم در مورد خود ارزایی چیزایی که من میتونم بهتون بگم یاد گرفتم و میدونم از منابع معتبر از متخصصینه که در این زمینه صحبت میکنن روانشناسی سکس روانشناسی انسانها و همه این ها در خودش کار بدی نیست شما گناه نمی کنید خود بکنید شما مشکل ندارید اگر تمایل به خود دارید شما جهنم نمیرید نمیدونم میل جنسیتون برای داشتن با یک پارتنر کم نمیشه زیاد نمیشه اگر همه اینهایی که میگم به شرطی باشه که خودرزایی یکی دیگه از کارایی باشه که خیلی عادی در زندگی انجام میدید ابسسیو نباشه افراتی نشه و در واقع نشه یک راه فراری از واقعیت زندگی چون به محض اینکه این بشه یک ماده مخدر که شما برای فرار کردن از احساساتی که دلتون نمیخواد باهاش دست و پنجه نرم کنین افرادی که دلتون نمیخواد باهاشون رو به رو بشین سختی های زندگی این بشه راه در روی برای اینکه شما مثلا بهش پناه ببرید میتونه اون وقت برای شما مشکل زا بشه ولی خود ارزایی کردن یه سری مسائل اخلاقی رو باید باهاش همراه داشته باشه رعایت بشه مخصوصا ما در مردها این رو باید یادآور بشیم که درست نیست خود ارزایی کردن بشه برای شما فکر کنید که جذابه که دیگران هم ببینن لزوما کسی علاقه نداره که خود ارزایی کردن شما رو ببینه پس فکر نکنید که با این کارتون کمکی به خودتون در وهله اول میکنید چون حالا یه سری ها ممکنه به خاطر نداشتن آموزش های کافی یا طرز تفکر اشتباه فکر کنن که it's hot یعنی جذابه واسه یه کسی اینو دیدن نه جذاب نیستش مگر اینکه اون آدم واقعا مستقیم به شما این رو بگه میتونید بپرسید ولی قبل از اینکه بپرسید شما اسیوم نکنید فرض رو بر این نذارید که اینطور هست بسیاری مثلا یکی از کمدین های معروف در جهان لویسی کی که،, که یکی از کمدین های محبوب من هم هست کارش خیلی خوبه در زمینه کمدی یکی از نابغه های کمدی و تنز هست اما سالها پیش در طی جنبش میتو تعداد زیادی از کمدیان های زن و کسایی که باهاش در دایره دوستا آشناهاش بودن اومدن جلو و گفتن که آره ایشون مثلا اگر ما رو دعوت میکرده خونش اتاقش یا هر چی برای اینکه مثلا با هم اختلاط کنیم دور هم باشیم جلوی ما خود ارزایی میکرده و اینم قبول کرده و بعدش هم ابراز پشیمونی کرده و چیزش هم تنبیه هم شده و همه اینها و حالا بعد از سالها برگشته دوباره از صفر شروع کرده در دنیای کمدی فعالیت کردن میخوام بگم یعنی اون فکر می کرده جالبه ولی جالب نیست پس آداب و اصولش رو رعایت کنین در فضای خلوت خودتون این کار بکنید فکر کنید که چه اتفاقی میتونه بیفته سر کار نکنید این کار اگر سر کار این کار میکنید مطمئن باشید کسی یه موقع نمیاد تو... برید تو دستشویی مثلا این کار بکنید میدونید چیزایی که به نظر خیلی ها ممکنه تابلو باشه که درست نیست انجام دادن به نظر خیلی ها ممکن تابلو نباشه یا حتی جالبم باشه جذابم باشه واسهشون در این حال که این واسه شما میتونه جذاب باشه میتونه واسه خودتون در وهله اول خطر داشته باشه چون ممکنه از کار بیکار بشید چون ممکنه در روابط اجتماعی تاثیر منفی بگیرید و برای دیگران هم میتونه آسیب زننده باشه ممکنه کسی وارد اتاق بشه ممکنه تروما بهش داده بشه شما با این کارتون اون رو آسیب بزنید بهش مسئله بعدی رایت بهداشت هست کاش اینو اول میگفتم حالا الان دوم میگم اشکال نداره مسئله رعایت بهداشت در هر بعدی از مسائل, مربوط مسائل جنسی مهمه یعنی خود ارزایی که میکنید باید بدونید که دستتون باید تمیز باشه ابزاری که باهاش دارید خود ارزایی میکنید تمیز باشه از اگر اسباب بازی های و اسباب بازی جنسی استفاده میکنید تمیزشون کنید با تمیز کردن هم منظورم که با آب و صابون بشورید خشکش کنید هر چیزی دستتون میاد و همطوری استفاده نکنید اگر دارید از ابزار یا اسباب بازی های کسی دیگه استفاده میکنید تمیزش کنید یا روش کاندوم بکشید و دستتون پس بنابراین این چیزی که میخواد با عضو تناسلی شما تماس برقرار بکنه باید تمیز باشه تمیز بودن هم همون آب و صابون کافیه یا مثلا با این وایپای زده ضد عفونی کننده خشک بشه بعدش ام چون وقتی که تر باشه ممکنه شما مریض بشید و یا مثلا حساسیت بگیرید و از این حرفا سلامت و بهداشت حالا در خارج از مسئله خودرزایی و مستربیشن میرسه به اینکه چیزهایی که در اون زمانی که داره مسئله جنسی اتفاق میفته باید همه سیف باشن امن باشن اگر دو نفر هست سه نفر هست هر چند نفر هستن خجالت نباید بکشید از اینکه که دقدقه خودتون رو راجع به تمیز بودن و سالم بودن افراد شریک در اون اتفاق بیان کنید و بخواید بخواهید که فلانی من دوست دارم با تو رابطه جنسی برقرار کنم اما سلامتم هم, هم برام مهمه و ازت میخوام که مطمئن منو به اطمینان بدی و مطمئن باشی که مثلا مریضی جنسی نداری نمیدونم در ناهی های تنسلیت مثلا الان توی موقعیت خاصی نیستی کاندوم داشته باشیم یا مثلا حالا ابزار پیشگیری از حاملگی یکی استفاده بکنه خجالت نکشید مخصوصا زنها منتها گفتن داره دوباره اینجا میرسیم به آداب و اصولش اخلاق بحث اخلاقیش هیچ کسی دوست نداره بهش انگ زده بشه، هیچ کسی دوست نداره بهش بگن تو بدی تو خرابی تو یه, یه چیزی هست. بنابراین فکر نکنید که مثلا اینکه سالمی ایدز که نداری یا مثلا بگین که آرچ که نداری، فلان که نداری من کجا بدونم تو قارچ نداری یا فلان نداری. این است این، تحریک کردن طرف اینو این کورنر کردن گذاشتن تو گوشه گذاشتن طرف تو گوشه است احساس حمله بهش دست میده خب اونم دفاع میکنه بنابراین خیلی مهمه که شما این, این که اینو ازش میپرسین از خودتون بپرسین چرا اینو ازش میپرسم چرا برام مهمه چراییه رو بیان کنید همونطور که قبل از این گفتم باید بگین که من اول نیازتون رو میگید اول چیزهای خوب رو میگین که طرف آماده پذیرش آماده شنیدن شما باشه من تو رو دوست دارم من خوشم میاد من دلم میخواد که با تو بخوابم هر چیزی که هستش چیزی که شما باهش رضایت میدین و دوست دارید رو بگین و بعد بگین چی براتون مهمه دقدقتون چیه و سلامتم هم خیلی برام مهمه سلامت روانم دوست دارم خب بتونم ادامه بدم این کار رو دوست دارم رابطه ما باقی بمونه دوست دارم تا وقتی که توانایی جسمی فیزیکی و ذهنی شو دارم بتونم از این مسئله لذت ببرم و میدونم که ما و میدونی و ما میدونیم جفتمون مثلا هممون میدونیم که ما تازه با هم آشنا شدیم و حقیقت اینه که نمیدونیم مثلا پیشینمون چی بوده من نمیدونم تو مثلا قبلا چی بودی تو هم نمیدونی و من مثلا تست دادم یا مثلا من در بگیم و وقتی میگیم دروغ نگیم مثلا من در شش ماه گذشته رابطه جنسی نداشتم یا یه پارتنر داشتم و مریض نشدم اگر دروغ بگیم اعتبارمون میره زیر سوال و دیگه خب روابطمون اونقدر میشه بدبخت میشیم دعوا میشه مشکل ایجاد میشه حالا ببینید دیگه چقدر شما دلتون میخواد مشکل ایجاد بشه یا نشه بنابراین اگر مثلا نسخه پزشک یا نتیجه آزمایشی ندارید که ارائه بدید که طرف بفهمه که شما سیف و سالم هستید راستش رو بگید و اگر هم مشکلی دارید مثلا مریضی دارید دارید در الان خوب میشین تحت درمان هستین این نشونه آدم بد بودن شما نیست این نشونه خراب بودن شما نیست این نشونه مریض بودن ذهنی شما نیست پس قایمش نکنید بلکه اگر شما درست این رو به اشتراک بذارید نشان دهنده اعتماد به نفس شماست نشان دهنده محکم بودن و مسئولیت پذیر بودن شماست و جذاب این موضوع اگر کسی خلاف این رو راجب شما قضاوت بکنه اون باید قوی کنه خودش رو اون باید روی شخصیت خودش کار بکنه اون باید روی ذهنیت خودش کار بکنه مثلا اگر شما برای دنیای واقعی اینه دنیای واقعی ما هممون یک مدلیم ما هممون یه سری آدمیم که سعی داریم میکنیم با بهترین چیزی که میدونیم با چیزایی که میدونیم زندگی رو پیش ببریم اشتباه همه میکنن نادیده گیری همه انجام میدن حالا ممکنه شما با یک نفر بخوابی با یه نفر دوست بوده باشی دیت کرده باشی که اون یه نفر یا دونسته یا ندانسته یا دانسته یا ندانسته مریضی جنسی رو به شما انتقال بده خب مثلا بعضی ها ناقل هستن ولی نمیدونن ناقلن ناقل ها ممکنه بروز ندن اون بیماری رو در جسم خودشون و مثلا یکی از این بیماری های STD یا جنسی اسمش هست نمیدونم قارچ تناسلی به فارسیه که ناقل هیچ وقت نمیدونه این اتفاق افتاده فقط ویروسه رفته توی این نخواهش نشسته نشسته منتظر حالا یه کسی ممکنه این رو دریافت کنه و در بدنش بروز بده شما مقصر نیستین اونی هم که نمیدونسته مقصر نیست حالا این موضوع اتفاق افتاده و شما باید باهاش دست و پنجه نرم کنین مدیریتش کنید دنیا به آخر نمیرسه ولی یکی هم میدونه نمیگه و شما این اتفاق با ممکنه بیفته که اون خیلی بده که بهتون نمیگه و شما دیگه نباید باهاش رابطه رو را ادام بدین یا حداقل باهاش مواجه کنید باهاش روبرو کنید این موضوع رو بگین چرا نگفتی ببینید چی بوده داستان حالا دیگه بعدش تصمیم بگیرین ادام بدین یا نه بسته به این داره که اون طرف چقدر مسئولیت پذیر دروغی که به شما گفته رو بر میگیره مسئولیتش رو میگیره و چقدر سعی میکنه که جبران کنه و در رفتارش رو عملش جبران کنه ام... کجای بودم اینجا که بله پس اگر شما مشکلی رو باهاش دارید زندگی میکنید که میتونه روی فرد مقابل شما تأثیر, تأثیر بذاره و زندگی اون رو تحت تاثیر بذاره باید بهش بگید و این نشانه ضعف شما نیست ولی اینکه چجوری بگید این مدلیه که مثلا دوباره من خیلی دوست دارم با تو باشم تو برام مهمی اون برام مهمه حتی اگر آشناییتون در وهله اول باشه دارین دیت میکنین بگین ازت خوشم میاد من دوست دارم این ادامه پیدا بکنه و برام چون مهم هست این آشنایی این دوستی این رابطه و تو اگر براتون یا رو مهمه باید اینو بدونی من الان تحت درمان هستم من شریک جنسی داشتم قبلا و این برای شما ضعف نباشه دوباره در فرهنگ ایرانی ممکنه این مسئله این که اگر شما زن باشید دختر باشید و اینو بگید پسره داغ کنه قاطی کنه اینا بذارین قاطی کنه بره ارزش نداره شما باید این رو بدونید که به عنوان یک زن که ما وقتی میگیم زن یعنی یک انسانی که معنسه و دیگه بچه نیست و ما از 18 به بالا رو میگیم بچه نیست، خب؟ کودک نیست، زیر سن قانونی نیست. و شما اگر بالای 18 سال هستین، حق دارید که رابطه های جنسی داشته باشید و با افرادی که دلتون میخواد رابطه جنسی داشته باشید اینکه شما مذهبی هستین یا نه این باور شخصی شماست این ارزش شخصی شماست به هیچ کس دیگه ربطی نداره یا اگر مذهبی نیستین کسی رو پیدا کنید که هاش با شما همخانی داشته باشه چون اگر بخواین واقعا این رابطه ها رو به هر نحوی ادامه بدین اگر ارزش شما همخانی نداشته باشه با هم کلش میکنه مشکل پیش میاد Anyways, پس میگید که آره من مثلا متاسفانه الان مشکلی دارم تا درمانم یا مشکلی دارم ولی یاد گرفتم چجوری مدیریتش کنم بدون به تو آسیبی نمیرسونه دارو دارم میخورم مثلا اگه کاندوم استفاده کنیم مثلا میتونی پیشگیری کنیم نمیدونم اگه بعدش نمیدونم بری دستشویی فلان با یاد بگیرید خودتون مشکلتون رو باید یاد بگیرید که بعد طرف مقابلتونم ایجوکیت کنین بهش بگید چجوریه بهش اطمینان خاطر بدین که اوکیه سیفه امنه با شما بودن امنه این محکم بودن شما رو نشون میده خیلی مهمه که ما مسئولیت جسم و روانمون رو خودمون بر عهده بگیریم احساسات من توانایی های من ناتوانایی های من مال منه و مسئولیتش با منه نه هیچ کس دیگه این اندو استوریه این ته خطه حالا اینکه چی شده که شما اینی که الان هستید شدید کیا باعث شدن که شما اینی که الان هستید شدید یه معقوله دیگه است بازم تقصیر این طرف مقابل شما کسی که قرار بیاد وارد این رابطه بشه نیست و شما باید مسئولیتش برده بگیرین شما باید حلش بکنید بعد میرسیم به رضایت دادن یا رضایت داشتن راضی بودن به یه چیزی فکر کنم توی اپیزود قبلی هم که راجب سکس صحبت کردیم راجبش گفتم گفتم رضایت گرفتن یک کار جذابه سکسیه قدیما مثلا توی قرون وسطایی و خواهیم رفتارش رو چیز کنیم به زور تجاوز تعرض کردن مثلا برای ملت شاید جذاب بوده الان اینطوری نیست مردی و یا زنی که بپرسه از طرف مقابلش آیا تو راضی هستی که ما این کارو رو بکنیم اینجوری با هم این کارو بکنیم من باهات این کارو بکنم و اون با رضایت کامل تحت هیچ فشاری از سمت شما بگه آره اوکی بیا امتحان کنیم ببینم مثلا خوشم یا نمیدونم ولی بیا امتحان کنیم این جذابه این سکسیه کانسنت is سکسی برابر این فکر میکنم واضح و شفاف دیگه اینو گفتم بهتون حتی در سکس های این بردهی ای Submissive و فلان و اینا حتی برای اون هم شما باید رضایت بدید و با... نباید اسیون کنید نباید فرض رو بر این بذارید که او من دوست دارم مثلا ارباب باشم بگیرم یا بدون اینکه به طرف بگیم شلاق و بزنیم روی یارو یا مثلا بگیم من دوست دارم برده باشم بدون اینکه به یارو بگیم یهو اه... به زور دست یارو بگیریم مثلا بزنیم تو صورتمون شاخ و طرف خوشش نده خوشوند فلفل مامان جان اون موقعی که برات غذا ریختم نخوردی حالا که من دارم زبط میکنم پادکست اومدی خرتی خرتی داری غذا میخوری حالا من امیدوارم که میکروفونم پیکاپ نکنه صدای خرت خرت کردن فلفلو اگرم کرد دیگه به هر حال بچه داریه و من یه سینگل مام هستم الکی پس چی شد؟ بپرسید تو کلتون با طرف مکالمه نداشته باشید لطفا حالا میرسیم به بعدی عشق عشق و عاشقی چه ربطی به سکس دارد؟ آیا عشق و عاشقی ربطی به سکس دارد یا نه؟ آیا سکس داشتن مساوی با عاشق بودن است یا نه؟ آیا کسی که به من با من میخوابه منو برای خودم میخواد یا نه این مخصوصا در ما زنها شاید رایج تر باشه که بگیم مثلا پسر با من خوابید و دیگه به هم زنگ نزد ولی مثلا موقعی که داشتیم با هم سکس می خیلی ابراز علاقه می کرد و فلان اینا دروغ گوه بیشوره کسافت لاشو خب بعد ناراحت میشیم و اینا خیانت می، مساوی خیانت میدونیمش و ببینید نه شما میتونید بگین ما نمیتونیم بگیم که اگر سکس داشتیم پس عاشقیم و نمیتونیم جالبشین اینجا رو ب... اینجا رو داشته باش لزومن عاشق یکی بودن مساوی نیستش که طرف میخواد سکس داشته باشه جالبه نه جالب ولی باور نکردنی چرا میگم لزوما اینطور نیست چون مثال نقضش تو جهان وجود داره فراوانیش چقدره احتمالا کمتر از اون چیزیه که مثلا از اون طرف ما داریم شاید تعداد کمی هستن در جهان که عشق بدون سکس دوست دارن سکس لس هستن در واقع ولی هستن پس ما باید در نظر بگیریم این موضوع رو حالا از اون طرف اگر سکس داشته باشم با یکی بخوابم آیا مساویه با اینکه ما عاشق همیم یا من عاشق اونم یا مثلا چی مخصوصا حال باز در فرهنگ ما اینطوریه که من نمیخوابم با طرف تا ثابت بشه دوستم داره یا دوستش دارم مثلا تا ازدواج نکنیم فلان سکس نمیکنم باشه این میتونه این میتونه این چیز شرط شما تو زندگی باشه خب اما چیزی که من میخوام بهتون بگم از نظر علمی و تجربی اینه که سکس مساوی عشق نیست همونطور که شما وقتی با یکی شروع میکنین آشنا شدن دیت کردن باهاش میرید رستوران غذا میخورید میتونید باهاش برید تو تخت خواب سکس کنید چون وقتی شما با یکی میرید رستوران غذا میخورید اون تو اون بعد زندگی دارید طرف و محک میزنید دارید طرف و یاد میگیرید شاید تو رستوران طرف با مثلا ویتر بد رفتار کرد و این میتونه برای شما یک یک اطلاعاتی باشه که مهمه اگر این آدم توی رستوران با ویتر بد صحبت میکنه پس یعنی مثلا از نظر اخلاقی این شعور رو نداره که ویتر هم آدمه نباید بهش توهین کرد پس شما حواستون هست که مثلا حالا اوکی این یک مثلا نکته منفی بعد مثلا حالا اینجا یاد میگیرین تو این بود جامعه اجتماعی تو فضای رستوران یا مثلا موقع غذا خوردن میبینید چجوری غذا میخوره اینا دارید این تو این بود یادش میگیرین خب تو سکس هم توی تخت خوابم شما باید یاد بگیرین طرفو که اگر یاد نگیرید اون وقت ممکنه مثلا تصمیم گیرین ازدواج کنم بعد بعد حالا خر بیا رو باقالی بار کن که شما وای من نمیتونم طلاق بگیرم طلاق توی خانواده ما بعد تو جامعه ما بعد زن نمیتونه طلاق بگیره حالا بعد مثلا مسائل مالی طلاق و اینا هم بیار بچه دار میشه اصلا یه وضعی که اگر شما همون اوایل باهاش میخوابیدین میدیدین آقا اصلا اینارو تو زمینه سکس مثلا کاپ من نیست این علفه به در من شیرین نمیاد یا حداقل میفهمید که آها این آدم اینطوری دوست داره آ من خودم هیچی نمیدونم با هم صحبت میکنین یهو یه چیزی رو کشف میکنین که اصلا دنیا زیر و زبر میشه اصلا اون سکسه باعث میشه شما یه باند یک زنجیره یک حلقه قوی بینتون ایجاد بشه تو این زنجیره ارتباطی شما یه چیزی راجب خودتون کشف کنید یعنی هم خوب میتونه باشه هم ب... بعد که میتونه باشه بعد اگر باشه هم میتونید یعنی تجربه میفهمید که آقا این آدم من نیست حالا پس اینجا پرانتزی که میتونم باز کنم اینه که عزیز من اگر خوابیدی با کسی با این با این بینش با این فرضیه نرو جلو که الان که ما میخوایم بخوابیم با هم یعنی ما الان رومه و جولیتیم و لیلی و فرهاد و شیرین و مجنونیم اوا جابجا شد لیلی و مجنون و شیرین و فرهادی ما عاشق و اینا یا این عاشق منه و اینا اگر تو با این فرضیه نری یک با این فرضی... فرضیه, یک اینه با این نرو تو فرضیه دوی که نباید باهاش بری داخل اینه که این داره از من استفاده میکنه این آدم از من داره استفاده میکنه شما رو میبره تو موضع ضعف شما رو میبره تو موضع اینکه اگر خوشتون نیومد از اون سکسه احساس دستمال توالت بهتون دست بده خب نه این دو طرف از شما هم برید اونجا به دنبال لذت به دنبال برآوردن بر... بر نیازهای خودتون برید اونجا و اگر اتفاق نیفتاد شما هم داشتید امتحان می کردین محک می زدین لذت می بردید پس اینجا میشه هر دو طرف میرن رستوران هر کسی غذایی سفارش میده و از اون غذا هم میتونن لذت ببرن میتونن هم لذت نبرن سکس در رابطه خب حالا میگیم وارد رابطه شدیم چند سال گذشت و این مثلا آشنایی شما منجر به رابطه طولانی تر شد و حالا یا ازدواج کردین یا ازدواج نکردین من نمیدونم حالا اینجا هم شاید بگن ازدواج سفید یا نه ولی خب رایجه که میگن ام ام چیز پارتنریم مثلا نمیگن ما زن به هر حال رابطه متعهدانه بیاین بگیم بهش خب شما وارد رابطه متعهد شدی سکس خیلی خوب ببینید ببینید به امپراتور کوسکو این که تعداد دفعات سکس بین افراد ممکنه یا مثلا میانگینش رو بری داری تو آمار نگاه کنی نزولیه یعنی تعداد دفعات کم میشه طبیعیه و عجیب قریب نیست مشکلی بین شما لزوما به خاطر این موضوع وجود نداره ممکنه باشه ولی لزوما این نیست ام... به چه دلیل بخش علمیش اینجاست که مغز انسان عادت که میکنه دیگه این از ناحیه آگاهیش میره بیرون میره توی فر... میرم توی فضای ناخودآگاهش ما وقتی به یه چیزی عادت میکنیم اشتیاقمون میاد پایین ازش این یک فکت مغز ما وقتی دیگه میره توی حالت اتوپایلوت اشتیاق انگیزش میاد پایین چی کار میشه کرد؟ یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که خلاقیت داشته باشیم با هم صحبت کنیم بگیم که مثلا بریم سفر سفر و در سفر چیزای جدید تجربه کردن اون چرخه عادت رابطه رو میشکنه چیزای جدید میاره جلوی شما که برای اولین بار هر دوتون بتونید باهاش برای اولین بار دیل کنید با هم یه چیزی رو برای اولین بار تجربه کردن اون چرخه عادت رو قطع میکنه سکته میذاره توش و این زن و مرد نداره حالا مسئله اینجاست که میگن مردا سکس درایوشون بیشتره زنها سکس درایوشون کمتره اینطور نیست بازم در حالت در بیولوژیکی اینطور نیست صرفا مسئله اینه که زنان چون تخمک گذاریشون کم میشه با افزایش سن به دلیل اینکه اون محیط واژن و رحمشون چون تخمک گذاری کمتر میشه ترشحات کمتر میشه و تر میشه اون منطقه اگر از کرم و ژل و چیزای مرتوب کننده استفاده نکنن خب برشون خوشایند نیست استکاک میره بالا و خوشایند نیست و دردآور ولی راههای زیادی هست باید با بزرگ شدنمون با سن بالا رفتنمون تغییر که میکنه بدن ما و ذهنمون روشهامون هم آپدیت کنیم به روز رسانی کنیم اینکه شما در 20 سالگی سی سالگی مثلا راحت میتونستین بدون هیچی سری بپرین رو طرف سکستون رو داشته باشید و الان نمیتونید به این معنی نیست که شما دیگه از کار افتادید یا نباید یا نمیتونید نه همونطور که بدنتون تغییر کرده قیافتون تغییر کرده طرز فکرتون تغییر کرده روشتون هم تغییر میکنه میرید یه ژل میگیرید از دارخونه استفاده میکنید که اون محیط برای شما عذاب آور نباشه لذت بخش باشه پس راه های زیادی هست برای رسیدن به خودم حالا کمیستری چیه؟ کمیستری چیه؟ آها آه ببین یه لحظه آب بخورم <موسیقی> خب کمیستری میشه شیمی بعضی وقتا شما خوبی اون یارو هم خیلی خوبه اما به هم نمیخورید یعنی چی؟ یعنی کمیستریتون به هم نمیخوره نه اشکالی با تو هست نه اشکالی با اون یارو طرف مقابلت ولی فاز همو نمیگیرید این یعنی کمیستریتون به هم نمیخونه زورش هم نمیشه که مثلا توی این رو... مثلا فک و فامیل میام میگن با این دوتا که خیلی با هم به هم می اومدن چی شد؟ خب به هم می اومدن از دیده اینا میومدن اومدن کمیستری رو که مردم ما نمیتونیم ببینیم ما میتونیم حس کنیم فکر فامیل هم نمیتونن حس کنن خانه اعضای دیگه خانواده هم نمیتونن حس کنن فقط تو و تو با اون شریکت میتونید حس کنید و میتونه یه نفر باشه مثلا اون طرف مقابل میتونه با شما ارتباط برقرار کنه فازتو بگیره ولی تو فاز اونو نگیری زور نکنید همدیگر رو و خودتون رو برای اینکه فکر نکنید مشکلی هست و اینا بعضی وقتا فقط یه چیزی simply doesn't work خیلی به سادگی فقط داره نمیشه و این خیلی مهمه فاز همو بگیرید به های هم بخندید وقتی اون یکی مثلا از یک چیزی حالش گرفته میشه هرسش گرفته میشه شما بتونید بفهمید اگر نمیتونید بفهمید هم توانایی این که بهش فضا بدین که به اون اون حس رو زندگی بکنه یا رو بگیم وا این چه حرفی میزنی نباشه مثلا این اینا رو داشته باشه اینا توی کتگوری کمستری میگنجه اینم خیلی مهمه فتیش ببینید دوباره ببینید فتیش کسی که فتیش خاصی دارن حالا یکی از رایج ترینش مثلا پاهای آدم براشون جذابه اون روز توی یک استوری که گذاشته بودم باکس گذاشته بودم یکی از شما نوشته بود که فوت فتیش. ما فوت فتیشی ها رو به چشم قاتل و دیوانه زنجیری نگاه نکنید راست میگه بیچاره اما منی که فوت فتیش ندارم هم به توی که فوت فتیش داری اینو میگم فکر نکن چون همه آدما اوکی هن با اینکه پاهاشون پا به رهنه جلو بقیه باشن به این معنیه که اوکی هن که تو فانتزی های جنسیت رو راجع به پاهای اونا باهاشون به اشتراک بذاری یا به این, این فرض رو نکن فرض رو بر این نذار که هر کسی چون پاهاش تو عکس و ویدیوهاش داره به تو نشون میده یا توی ف... ساحل داره پا به رهنه راه میره یعنی فوت فتیش داره پس ماهارم شما نباید معذب کنید مهم نیست که فتیش چی داری مهم نیستش که فتیش داری یا نداری فانتزی ها و تصورات جنسی شما بدون رضایت پخش زمین شدن ریختنش بیرون مساویه با معذب کردن آدما اکثر آدما بعضی هم شاید معذب نشن بعضی هم شاید فقط بگن که میشه نگین و حال نمیکنم باش علاقه ندارم به شنیدن فتیش تو مثلا ولی اگر علاقه ای به تو داشتم میپرسم که خب بگو ببینم فتیشه چیه مثلا و دا فتیش داشتن هم چیز بدی نیستش یعنی مثلا فکر نکنید دوباره شما مریضید یا چی کنترل کنترل کنید تمایلاتتون رو امیالتون رو نیازهاتون رو احساساتتون رو تحت کنترل خودتون مدیریت کنید هیچ اشکالی نداره تو فضای امن سیف با رضایت طرفین همه چی میتونه اوکی باشه دو طرفه پورن پورن، hmm. کم گوی و گزیده گوی کم گوی و گزیده گوی در پورن میتونیم بگیم کم بین و گزیده بین اشکال نداره پورن ببینید اما زیاد نبینید چرا نه برای اینکه شما آدم چندشی میشید یا واتاور نه به خاطر اینکه رو سلامت مغزیتون رو سلامت ذهنتون رو سلامت روانتون تأثیر منفی میذاره روی میزان خوشحالی شما روی میزان رضایت شما در زندگی تأثیر مستقیم منفی میذاره این هم ثابت شده از نظر علمیه آرتور سی بروکس استاد دانشگاه هاروارد که همه زندگیشو گذاشته روی تحقیق و تفحص و مطالعه مردم در باره خوشحالی هپینس در زندگی این رو میگه که پرن نگاه کردن یکی از تعداد زیادی از عواملیه که میزان رضایت و خوشحالی ما نسبت به زندگیمون رو در زندگی میاره پایین ولی بد نیست که حالا بعضی وقتا به عنوان وسیله برای اینکه خودتون رو تحریک کنید و بعد حالا دیگه مثلا هر کار میخوایم بکنید استفادهش بکنید ولی اینکه شما وارد یه دنیای تستخیلی تخیلی فیک بشید یا چشمتون عادت کنه همش به یک چیزی نگاه کنه برای اینکه اون بخش مغزیتون اون بخش هرمونی که میخواد رضایت و خوشحالی رو تیجان رو در شما ترشح کنه و ایجاد بکنه رو وابسته کنید به اون موضوع شما رو میکنه یه معتاد یا شما رو نمیکنه مغزتون رو کامپیوتری که توی سرتون قرار داره رو تحت تاثیر منفی قرار میده پوزیشن در آخر میرسیم به پوزیشن پوزیشن مهمه که شما خودتون رو بشناسین بفهمین تو کدوم پوزیشن شما میتونید به اوج برسید خب و کدوم پوزیشن رو دوست ندارید دردتون میگیره به اوج نمیرسید براتون جواب نمیده به هر دلیلی چه مرد چه زن این رو هم میتونید از شریکتون بخواید که بهتون کمک کنه که کشف کنید هم خودتون میتونید کشف کنید و با رضایت و با رضایت یعنی به طرف بگین فلانی من هنوز ارضا نمیشم و این به این معنی نیستش که مثلا تو خوب نیستی یا چی ولی اوکی هستی که ما با هم چیزهای مختلف امتحان کنیم پوزیشن های مختلف ها امتحان کنیم من بگم این پوزیشن رو انتخاب امتحان کنیم ببینم من میتونم اینطوری بیشتر لذت ببرم یا حتی به اورگاسم من نمیرسم اینطوری به اورگاسم شاید برسم بیا با هم امتحان کنیم چیزهای مختلف و. و آروم با حواستون به هم دیگه باشه اینجوری برید جلو چون اینجوری وقتی که شما مغزتون دریافت میکنه این اطلاعات رو که یک نفر دیگه براش مهمه که من چه احساساتی دارم احساسات من براش مهمه ناخداگاه یه لینک میزنه به اینکه اون بخش جنسی شما رو هم تحریک کنه و طرف مقابل میبینید چقدر این شبکه که اصلا به هم همه چی به هم ربط داره و خیلی مهمه که اول ما رو خودمون کار کنیم یاد بگیریم که چطوری ارتباط برقرار کنیم چطوری چیزایی که تو سرمون هست تو ذهنمون هست رو بیان کنیم طوری که هم هوای خودمون رو داشته باشیم هم استراتژی داشته باشیم سیاستی داشته باشیم آگاهی داشته باشیم که اگر من میخوام این رابطه رو حفظ کنم که در نهایت به نفع من تموم بشه باید حال طرف مقابلم احساسات طرف مقابلم رو هم رعایت بکنم خب فکر کنم فهرست رو چیزای مهمش رو گفتم به pleasure versus joy نپرداختم ولی مشخصا نپرداختم ولی تو همه اینا هست ببینید تو انگلیسی ما دو تا کلمه داریم enjoy کردن و pleasure pleasure مثل وقتی که یه های همبرگر خوشمزه میخوریم یا وقتی که اورگاسم میشیم یا وقتی که بستنی میخوریم اون پلیجره اما لذت بردن و رضایتمند بودن اون یه لذته این یه لذته اینه که راضی بودن در طول یعنی میانگین خط زندگی رو در نظر گرفتن رضایت نسبیه اون خیلی مهمه که خطه رو بتونیم خوب بالا نگه داریم یا حداقل خیلی پایین نیفته و این پلژره ممکنه مثلا توی بازه های زمانی کوتاه برسه به سقف پیک مثلا شما یک نمودار بالا پایین مثل نوار قلب رو در نظر بگیرین پلیجر میتونه برسه به اوج توی یه لحظه ای ولی بعدش مثلا سکسه که تموم میشه دوباره روابط شسیه خراب با هم حرف نمیزنن و دادادادادا. که تو اپیزود قبلی هم گفتم گفتم اتفاقایی که بیرون اتاق بین افراد شریک تو اون رابطه میفته تاثیر فراوانی در اتفاقا و نتیجه که در اتاق خواب گرفته میشه داره و اتفاقایی که بیرون از اتاق خواب هم خیلی و, داخل اتاق خواب تاثیر مستقیم داره روی لذت و رضایت شما از زندگی درجه رضایتمندی شما و خوشنودی شما در زندگی مرسی که این قسمت رو هم همراه من بودین امیدوارم که حداقل یک چیز به دانش شما اضافه شده باشه یا لذت برده باشید اگر نکته‌ای بوده که دوست دارید با من شریک بشید حتماً توی بخش کامنت ها بنویسین یا میتونید به من ایمیل بزنید یا میتونید به من در واتس پیام بدید ممنونم از اینکه به کانال یوتیوب هم سابسکرایب کردین ممنونم از اینکه در این پادکست رو فالو میکنید و به دوستای خودتون معرفی میکنید من شیرین هستم مربی سلامت روان و تهیه کننده تلویزیون تا قسمت بعد خداحافظ